تعالی ما باز کوشش هنوز میکنیم که در دیگه مراکز همو تر پیش بره. چی مبتلا بودی؟ شیشه. چطور مبتلا شدی بود؟ خواهد دست اندیوالای ناجوان. اندیوالای ناجوان؟ بله. چقدر وقتی فعل داشتی؟ 8 سال. 8 سال؟ از چند سالگی شروع کرده بودی؟ ما اونجا محاسبه کردیم برشان، نقشه دادیم، ولتا هر سربندی که هست کلش ما برشان گفتیم. نگه فعلا در جریان سیمپیچی هستن. باز تصمیم دوم چی هست؟ دوم آرسی میکنیم. آرسی بخیر. کدام تو آرزی چشم کدی یا نکدی؟ الله خدا میرون. خدا میرون هست. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و صبح بخیر و وقت بخیر خدمت حضور تمامی شما بینندگان عزیزی که چه از طریق برنامه صبح آرزو چه هم از طریق کانال یوتیوب ما را بیننده هستین. آرزو میکنیم روزهای سرد زمستانی در کابل و افغانستان را به خوبی و خوشی سپری کنیم و در هر کجای دنیا که هستین لباس عافیت بتن داشته باشین. دوستان عزیز، امروز بازم افتخار دارم من امیر حسین عطریان با ارائه یک گزارش دیگه خدمت حضور شما قرار گرفتم و دقایق چند مهمان خانه های شما باشم. دوستان عزیز، سال گذشته حکومت امارت اسلامی تصمیم گرفت تا تمامی افراد و اشخاصی که چه کودک، چه بزرگسال، چه خانم ها، چه نوجوانان را که اعتیاد دارند به مواد مخدر از سطح شهر جمع‌آوری بکنه و اونا را دوباره به قرنطینه ببره و به حالت عادیشان برگردانه. شما میفهمین که ترک اعتیاد یک پروسه زمانگیر است و یک مدت زمان زیادی را میگیره. پس از سپری کردن 45 روز در کمپ موسوم به فنکس که مراقبت های جدی و ویژه از رو صورت میگیره، معتادین مواد مخدر به سایر جاها آورده میشن جهت ارائه آموزش های حرفوی و مسلکی، به خاطر از اینکه اونا در جامعه من حیث یک آدم کارا وارد شون. امروز ما و همکارم آمدیم به سایه پلچرخی کابل، کمپ موسوم به امید یا کمپ آموزش های حرفوی و مسلکی و فنی که برای معتادین مواد مخدر پس از سپری کردن دوره درمان 45 روزه به اینجا آورده میشن و آموزش ها به اینجا برشان داده میشن. امروز همراه با معین محترم وزارت کار امور اجتماعی اینجا آمدیم تا از جریان فعالیت های دوستانی که در گذشته اعتیاد داشتن بر مواد مخدر و اکنون پاک شدن این زهر از وجودشان و مصروف آموزش و فراگیری حرفه های مسلکی و فنی هستند گزارش خدمت شما ارائه میکنیم. امیدوار هستیم که مورد پسند و قبول شما قرار بگیره و از شما خواهش میکنم تا آخر ما را بیننده باشید. خب، با ابراز سپاس از شما بینندگان ارجمند که تایید هم بیننده گزارش ویژه ما از کمپ معتادین هستین. جریان دید و بازدید از کمپ بودیم که معین صاحب محترم وزارت کار امور اجتماعی آقای زاهد تشریف آوردن و از جریان کارهای معتادین نظارت بر عمل می‌آوردن. همراهشان صحبت می‌کنیم در مورد از اینکه منظورشان از آمدن میگه چی است با موارد مرتبط دیگه. سلام علیکم جناب معین صاحب. سلام. چال دارید؟ شما بخیر. خوب هستین؟ خیر ببینید. تشکر. باشین. در نخست اگه بگین هدف از آمدن شما به اینجا چی بود؟ آمدن ما خو است که خو مربوط کاری امور اجتماعی وزارت مربوط است. ما خو هر جایی مراکز داریم با معتادین که هر جایی چی شده بود با مراکز جور کردیم، به خاطر جور کردن کالا و بوت و برقسازی مختلف حرفوی است. به او خاطر ما آمدیم که او را ببینیم، نظارت کنیم که چی مشکل داره، چی ضرورت داره. هر چی مشکل ضرورتش باشه ما انشالله از طرف وزارت ما و چی برا میکنیم. جناب معین صاحب، پیشرفت ها چطور بود؟ چطور شما ارزیابی کردین جوان ها را و وضعیتشان چطور است؟ حرفه ها را خوب یاد گرفتن؟ بسیار خوش است. جوان ها ما از پرسان کردیم، چی ضرورت هم نداره، خوش است، جور است، بسیار کار کرده، از
مردمی که جور باشه بیخی متعدین نباشه از او ای زیاد کار کده. ای پالیت وزارت ما است. انشالله تعالی ما باز کوشش هنوز میکنیم که در دیگه مراکز امو طور پیش برویم. چی ضروراتی از او بشنویم. کوتا بر ما بگین برنامه های آینده تان چی است؟ دیگه چه برنامه های برای سهولت های هرچی بیشتر برای جوانایی که معتاد هستند داریم؟ برنامه ما خویش که او متعدین که از تداوی اونا که پاریخ شو باز ما انشالله میاریم کنترول میکنیم در مراکز اونجا کلی با مراکز حرفایی بر جور میکنیم در مختلف بخش ها باز او که جور شو باز هرچی ضرورتی از اونا که باشه ما برش برابر میکنیم جور میکنیم تامین میکنیم بسیار تشکر جناب آقای زاهد موفق باشین تشکر از اینکه شما خدمت بر مردم و کسایی که مبتلا به مواد مخدر هستن انجام میدین سپاسگزاری میکنم از شما بینندگان ارجمند ادامه گزارش ما بیننده باشین صحبت های همراه افراد اشخاصی که در اینجا حرفه ها را آموزش میبینن میداشته باشین با ما همراه باشین وارد یکی از حالهای ای کم شدیم که در این حال برای تعدادی از جوانایی که سابق مبتلا بودن به مواد مخدر مسئله و پدیده خانمانسوز اکنون پاک شدن و برای زیاد حرفه ها و آموزش های مسلکی داده میشه در این حال خیاطی برای جوانا تعلیم داده میشه و ایده از جوانا هستند که خیاطی را فرا گرفتن و در حال حاضر کار میکنن و تعداد زیادی هم دست فرورده هایشان در اینجا شما میبینین که حتما همکارم به تصویر اونا رو میکشه یکی از این جوانان اینجا هست سنشان بسیار کم است ولی الحمدلله حال پاک است همراهش صحبت میکنیم که حال احوالش چطوره سلام برادر سلام علیکم خوب هستی شکر الحمدلله اسم چی است فرزاد فرزاد جان از کدام ولایت هستی از پروان از پروان سابق مبتلا به مواد مخدر بودی بله چی مبتلا بودی شیشه چطور مبتلا شدی بودی خوان دستان دیوالای ناجوان اندیوالای ناجوان بله چقدر وقتی فعل داشتی 8 سال از چند سالگی شروع کرده بودی؟ من تقریبا 13 یا 14 بودم که شروع کردم. بازی مواد مخدر از کجا میکردی؟ چطور تامین میکردی رو برات؟ ایرا در پروان بودم کار میکردم میخریدم. کارو میکردی؟ بله. و در کنار کارتام مواد مخدر هم استفاده میکردی. چه قف میشال دی کمپ اومدی از کجا تو را گرفتن؟ یک 8 ماه میشه که دی کمپ اومدیم. ما را از ولایت پروان گرفتن. از ولایت پروان گرفتن. درس مرز چیز خواندی نخواندی؟ خواندم تا صنف 6 باز دیگه علاقه دیدم صنف 6 بودی که مبتلا شدی بله اولین روزی که استفاده کردی مواد چطور بود کجا بودی یاد داری برام بگی آن در پروان بود چطور شد ایره کی برات گفت بده ای کار ایره یک اندیوالم گفت ما وقت سیگریتی میدادم اندیوالم گفت بیا که تو نشی آوردم بخی بالا ما هم گرفتم زدم بار اول که بله. میزدی دیگه که زدم دیگه مبتلا شدم با 6 سال و 8 سال 8 سال مبتلا بله خب از روزی که تو را گرفتن اینجا آوردن در حال حاضر چه مسلکا را تو فرا گرفتی چه آموزش ها دیدی؟ ام خیاطی را یاد گرفتیم دیگه مکمل فعل در سابق چی بود؟ چی کار میکیده بودش؟ فعل سابق بود میوه تازه مفروختم آلای خیاطی را خوب سیاد خیاطی را خوب سم سی قدندان مرا بگیری یک کالا برای من دخته میتونی؟ بله خب صحیح خب سم صحیح این حالا دیگه برای باز چی میکنی بخیر؟ از دیگه برای یک دکان جور میکنم 100% 100% وسایل مسائل چی تو؟ وسایل مسائل میتن دیگه خب گفتم برای میتن بسیار خوب باز خود که فعل دیگه نمیری نه بیخی دیگه باز خب بله پیامت برای جوانا چی است برای کسایی که تر اینیال میبینن تو یک جوانی هستی که یک مرحله بسیار سخت سپری کردی درست است نه مرحله بسیار سخت بود پیامت به او جوانا چی است که در حال حاضر مبتلا هستن یا در آستانه رفتن به مت یک راه هستن چی است بگو به دوستا بشنوم پیام از ما خو از ما مشنوان نه نکنه نمیکاره چی فعل خوب نیست مرا از پاچایی دگه دایی کشانده اینال و وارد دلشان دیگه که میزنن دلشان نه دیگه از ما هم که پیام ما هست که نزنن باید هست بسیار تشکر فرزا جان انشالله که موفق باشی معید باشی در کارهایت پیروز باشی و دیگه در این فیل نری تشکر خیلی خب تشکر دوستان عزیز صحبت های یکی از دوستان را شنیدیم میرم و دیگه دوستا از دیگه بخش ها صحبت ها را میداشته باشیم امید که مورد پسند شما قرار بگیره دوستان عزیز شما همونطور که میبینین پیران توبانای هستن که دوستای ما در اینجا پس از ترک اعتیاد آورده شدن و تعلیمات داده شدن تانستن این پیران توبانای زیبا را
بودوز انتقاد زیادش هم به او طرف ها هستن که احتمالا این از خود همی دوستا باشن که روزی که اینجا ترک میکنن برشان داده شوه همراه مسئول حال خیاطی، کسی که به این دوستا خیاطی را آموزش داده صحبت میکنیم تا ببینیم در چقدر مدت اینا آموزش دیدن و کدام بخش را که یا انجام میتن. سلام محترم. سلام، خوب هستین؟ ان شاء الله سلامت باشین. اسم شریفتان؟ بلال احمد هستم. آقای بلال احمد عزیز، شما مسئول خیاطی هستین در اینجا، دوستار خیاطی آموزش میدین؟ بله بله. یک دوست ما که وقتی که وارد میشن به این حال تا چه مدت زمان خیاطی را کامل آموزش میبینن که برن به خیر بیرون و خیاط شون؟ اول سلام تقدیم میکنیم خدمت همکار شما و دوستانی که در بیننده هستن ما را میبینن. در رابطه با کارآموزای ما، روزی که ما اینا را میگیریم به حساب جذب میکنیم حدود 4 ماه زیر تحت آموزش میباشن اینا. بعد از 4 ماه اینا میتونن که در بازار برن انشاءالله یک خیاط کامل به پرانتوم اندوز باشن. ما اینا را که میگیریم به از جمع که جمع آوری میکنیم اینا کسایی میباشن که حتی به آشنایی با این خیاطی نمیداشته باشن. یک تعداد بسیار کمشان که میباشن اونا باز استادا انشاءالله که تا آخر خیاط حرفه ای میشن و طور عموم میتونن از طریق از دید بیرون از مواد هم دوری کنن و بتونن یک دکان و یک کاروبار خوبتر بر خود پاک داشته باشن. بله بسیار خوب. اما شروع کارشان از کجا شروع میشه؟ شروع کار ما از همی به حساب تکمشانی و گاجدوزی است که به ابتدا کارهای اولی است. استاد تا حرفه ای میشن و پرانتومان مکمل میدوزن که به اندازه که ما برشان تکم میتیم قلندان میتیم خودشان هم کارا میکنن. بله ما فرمایشان میدیم که بینی دیزاین و بینی سایز بدوز، اونا خودشان میدوزن و بر ما تسلیم میکنن. فارغ هم دادین تا حال کسایی رفتن از پیش؟ بله در حدود مکمل ما اینجا 5 حرفه داریم، از 5 حرفه 5500 نفر فارغ شدن که 110 نفر اینا خیاط بودن. ماشاءالله. باز اونا پس برای شما زنگ میزنن نگان تشکری میکنن استادین دکاندار مال؟ بله بله، چندین تایشان هست که معمولا دمی کار خیاطی مصروف هستن و در بیرون دکان دارن. زیاد تشکر آقای بلال احمد، من از شما تشکر میکنم بابت کار انسانی و آینده ساز. ممنون، موفق و معید باشین. بسیار زیاد تشکر دوستان عزیزی، بود بخش خیاطیش. میرم به بخش دیگر. گفتن دوستا بخش انجینری برق ساختمانی هست و همچنان بودسازی. با ما همراه باشین، میریم ببینیم گزارش از چه قرار است. دوستان عزیز، سپاسگزار هستم از اینکه تاییدم بیننده گزارش ویژه ما از کمپ فنی و حرفه‌ای واقع در پل چرخی هستین. حالا اومدیم به یک دیگر از حال‌ها که در اینجا حرفه برق تعمیرات برای کسایی که از احتیاط پاک شدن تدریس میشه و این حرفه برایشان آموزش داده میشه. اینجا میایم امرایشان صحبت میکنیم ببینیم که دوستای ما از چی حال و هوای برخوردار هستن. لطفا ما را همراه باشین. خب داخل حال شدیم ببینین که دوستا هستن، امرا یکی از دوستا صحبت میکنین. سلام علیکم. علیکم برادر، خوب هستی جان؟ سلامت باشین. شما خوب هستین؟ تشکر. شب و روز چطور تیر میشه؟ تیر میشه. خوب هستیم. خوب هستیم. خوب تیر میشه؟ نه خوب است. فامیل خوب تیر میشه اینجا؟ والا اینجا خود دیگه زیر ترک هستیم و استادای چی ما امور اجتماعی ما امرا ما خیلی کوشش کردن و زحمت کشیدن. البته که اینجا خوب کمپ است نسبت به سخت است نسبت به خانه. اسم شریفتون چیست؟ من محمد مصطفی محمد ایاز هستم از ولایت میدان وردک. از ولایت میدان وردک. چقدر وقت بود که ابتلا به مواد مخدر بودی کاکا ایاز؟ والا من 20 سال میشد که در ایران مبتلا به مواد مخدر شدم. الله اکبر. و امیالا تازه آمده بودم افغانستان. به مدت یک هفت ماه میشه که من جمع‌آوری گرفته و از کجا گرفتنت؟ من از کمپانی گرفتم. اونجا دیگه در احتیاط بودی و وضع طبیعتا خراب بود؟ بله بله. وضع مایل خود آمدی یا بزور گرفتن؟ نه، ما را جمع‌آوری گرفتن، مردم ما را جمع میکردن، در جمع‌آوری ما هم آمدیم. خود چطور که بازی حرفه را انتخاب کردی؟ والا ما شوق و علاقه ما، من خودم بنا هستم، گلکار هستم، کل عمرم در ایران کار کردیم. باز خیلی علاقه داشتم به برق تعمیراتی که ماشاءالله کل شاگردان ما، کل رفیقای ما خوب یاد گرفتن و استادا خیلی همراه ما زحمت میکشن. اگر مشکل نداشته باشه بر ما از جریان مبتلا شدنتان به مواد مخدری که چطور شما رفتین به ایران مبتلا شدین، از او بر ما بگید. والا ایران خب من خودم حقیقتا کار ما خیلی سنگین بود، از طرف شبانه روز بود تا 12 1 بجه شب کار میکردم، در یک روغن پزی بودم. اما صاحب کار ما شیره و تریاک میکشید، کم کم ما تو با او گرفتار شدیم و مبتلا شدیم. یک وقت فهمیدیم که 2-3 سال سر ما تیر شده بود که درد بدن و درد جان و اینا رو فهمیدیم دیگه، گرفتار شدیم. اما
فامیل فعلا کجا هستن؟ فامیل ما کمپول کمپانی میشینه. خبردارن خود اینجا هست؟ بله بله. خوشحال هستن؟ میاین دیدن؟ خیلی خیلی. اصلا دختره که ما آمده بود میگه پدر حالا آوازت به جای خودش آمده، دیگه گب زدنت به جای خودش آمده. قبلا خوادم که زیر چی مواد می باشه، اصلا نه گپش به جای می باشه و نه سخنش، نه دیگه نه در بین قوم خیش آبرو و عزت. آبرو و عزت خود کلش از بین میره. کاکای از اگه پیامی داشته باشی برای بیننده و برای کسایی که دل نادل هستن که چطوری ریلا کنن، سختی خدا را میفهمم چون بسیار شرایط مردم ها که میبینیم همه حس میکنیم، درک میکنیم که مشکل است. پیامت به این مردم چی است، کسایی که در این حرفه و مسلک هستن؟ والا به رفیقای ما که هم درد ما هستن، در بیرون هستن، دیگه هیچ راه نداره که باید ترک نکنه. دیگه همین سه تا کشوره که من خبر دارم، پاکستان و ایران و افغانستان، خیلی تدابیر جدی گرفته برایش که حتما باید کلگی ترک کنه. دیگر راه نداره، نه آدم میتونه ایران فرار کنه، نه میتونه پاکستان فرار کنه، به جز که باید ترکش کنیم. باید ترکش؟ بله بله. بجز ترک دیگر راهی نداره؟ نه دیگر راه نداره. چطور سال کارهایتان چطوره؟ چی رو یاد گرفتین در اینجا، چی رو یاد نگرفتین؟ ما از اول اصلا برق بلد نبودیم، من کارم بنایی بوده. حالا به زحمت کشی استادا که همراه ما 3.5 ماه 4 ماه زحمت میکشن، خیلی اصلا از یک پوله و دو پوله و از یک گروپ تا حالا دیگه حالا آیفون 3 منزله و 2 منزله و 1 منزله را وصل کردیم. دیگه همون کل تعریف های برق و امنیت های برق و که چه رقم کار میشه کلش به ما یاد داده. بسیار تشکری برادر. ما اینجا دست خواه گرفته بیادر. تو چی جور که ایده اینجا؟ ما این فوتوسل هستا سرش دستک میگیری، از طرف روز گل میشه، از طرف شب دستک میگیری و روشن میشه. دیگه چی کار یاد گرفته اینجا؟ دیگه نمی سویچ یک بوله، سویچ تبدیل، آیفون، این نمی چیزها را یاد گرفتیم. بخیر دیشه که برایی دیگه یک برقی کامل هستی میتونی یک تعمیر لاین دوونی کنی؟ بخیر با کوشش کرد سازای مازار ما قرار یاد گرفتیم، میتونیم یک دستمو میشه خط. از کدام ولایت هستی؟ از ولایت کابل. از کابل. در کجا معتاد بودی؟ معتاد در سرای شمالی. از اونجا آوردن؟ از اونجا جمع. چند سال مبتلا بودی به این مرض؟ یک 8 سال میشه. الله اکبر. مکتب چی خواندی؟ مکتب نخوندم. هیچ مکتب نه؟ نه مکتب. کاروبار چی بود؟ کاروبارم دلیوری. موتر هم داشتی؟ موتر. موتر چی کردی حالا؟ موتر دمی فیل گرفتم، سودا شد دیگه، کلو شد عمل خرج کردیم. آروسی چی؟ آروسی نکردیم. مجرد هستی؟ چند ساله باشی؟ یک 25 هستم. حالا جوان بچه هستی؟ دیگه خلاصش کردی دیگه؟ دیگه. این رنگش ده گور باشه. بسیار خوب. نه دیگه خونه میکشی؟ نه نه دیگه. قدمو اندیوالام دیگه نمیگردی؟ نه دیگه توبه دیگه. او اندیوالت کجا باشه؟ اندیوالام شاید تو یک تعدادش دمی کم باشه دیگه، در فنکس اینجا شاید باشه دیگه. کلا گیره جمعواری که کسی دبیر نمونده قدم. پس که از اون مردم دیگه یه سر کار دیگه نداری؟ توبه ما باشه. خب بخیر باشه. کدام پیام گفتنی داشته باشی؟ پیامو همین گفتنی همین است دیگه که بخیر جور شیم بریم دستون خانه و جای خود، از فامیل ما از ما آرام باشن دیگه. خوش باشه فامیل، خوش باشه یک کار بار روزی شوی، روزی حلال در خانه ببری. بله سر. بخیر سلامت باشی برادر جان، ان شاء الله که موفق و معید باشی. دوستان عزیز شما جریان تصاویر ببینین که دوستا دیگه چی آماده کردن چی آماده نکردن. حال دیگه آمدیم که در اینجا صنف تعمیرات سامانالات برقی گفته میشه، از جاروی برقی و ماشین لباسشویی گرفته تا ترانسفورمر و جوسر و پکه چتی در اینجا مورد تعمیر قرار میگیره. ولی یک چیزی که بسیار جلب توجه برام کرد و بسیار جالب بود، تصاویری بود در اینجا که اگه همکارم لطف بکنه بیاید تصاویر به نمایش بگیره. تصاویری بسیار جالبی است که به گفته استاد این صنف، دوستایی که در اینجا هستن آن چیزی که در مخیلشان میگشته را به روایت تصویر کشیدن که بسیار بر من جالب بود. این تصویری که شما میبینید امیاله، آنانی که گذشته خیش را فراموش میکنن محکوم به تکرارند. جمله بسیار پرمفهومی که برای همه میتونه تاثیرگذار باشه. خب حالا امرای استاد صنف صحبت میکنیم، هم در رابطه با تصاویر و هم در رابطه با آموزشایی که به جوانا و به بزرگوارا که در اینجا حضور دارن ارائه میکنه. سلام علیکم محترم. سلام، خوب هستین؟ سلام باشه. اسم شریفتان؟ سعید زکی عینی تخلص میکنم. آقای عینی بزرگوار، شما استاد هستین در بخش تعمیرات وسایل الکترونیکی. بله. چطور از آموزشاش تو پیش میره؟ آموزشا ان شاء الله بسیار عالی، بسیار خوب.
پیش میره. بسیار خوب. بچه تعداد شاگرد در حال حاضر مصروف کسب آموزش هستن؟ در حال حاضر فعلا یک ما دو تایم داریم، یکی پیش از ظهر یکی بعد از ظهر. 50 نفر در این تایم صبح ما داریم و 53 نفر تایم بعد از چاش است. آفرین حوصله‌تان. صبح تو دیگر درس دادم. در دو تایم درس می. چطور است آموزش ها؟ چطور است؟ خوب آفرا میگیره نمیگیره؟ بسیار خوب. با ایام بسیار به علاقمندی خاص میخوانن، چون که قبلا بسیار به نام بد آمده بودن اینجا. نام معتاد بالایشان بود. اما حالا دیگه انجینیر شدن. فعلا به نام انجینیر بسیار به اکثر بلندی اگه خانم برن بسیار به نام نیک میرن. به بیننده های متعهد میتین که دوست ها از اینجا براین دیگان ورکشاپ میتونن اگان چیز خراب جور کنن یا پس میزنم یک خراب میکنن؟ نه انشالله که جور میکنن. انشالله جور میکنن. بسیار تشکر آقای عینی. اگه اجازه شما باشه همراه یکی از دوستا صحبت میکنیم، ببینیم در رابطه با آموزششان. شفیع جان خواهش میکنم تصویربردار ما از مرا تعقیب بکنن. یکی از دوستا در اینجا مدام اول که آمدم دو تا ویژگی داشتن جلب توجه بر ما کردن، همراهشان یک صحبت میکنم. سلام علیکم سیب. سلام علیکم. خوب هستین؟ همین لنگیتان شما بکشین. بخیر باشین. دوستا ما خودم یک مدتی ورزش کردیم، میفهمم که ایشان ورزشکار بودن یا نه. گوشایشان شکسته، ازشان پرسان میکنیم این گوشا چطور شکسته؟ گوشای ما والا میبخشین یک 3 سال یک تمرین کرده بودیم. کشتی ورزش کرده بودی؟ بله. کجا؟ مزار شریف. از کجاست ولایتت؟ مزار شریف است. دولت آباد و بلخ. دولت آباد و بلخ. بله. تو پهلوان بودی؟ بله. چطور باز مواد مخدر رو آوردی؟ بله، مواد مخدر گرفتار شدیم دیگه. در کجا گرفتار شدی؟ مزار شریف. در مزار شریف؟ بله. از چی شروع کردی؟ ما مردم ترکمن هستیم، هم تپلیاتی شروع میکنیم. تو نه از چی شروع کردی؟ شروعش چی بود؟ سگرت بود چی بود؟ اولش هم تریاک بود، دومش این مایده هم پودر و شیشه وقتش آغشت شدیم. باز چند سال ابتلا بود به این مرض تو؟ والا کمش یک 20 سال میشه. 20 سال زدی؟ پیش از او که بزنی تو یک ورزشکار بودی که گوشایت هم شکستاندی. بله. چطور بود؟ خوب ورزشکار بودی؟ بله. از زمان کدام تکنیک یادت مانده؟ مقصد کم بودم، مقصد خوب است. اما یک تکنیک مشهور پهلوانی چی نام داره؟ والا دیگه از ما مردم همه کشتگیری است دیگه. باز دیگه یک تکنیک بسیار مشهور داره. خب کدام است همون؟ ما خو فکرم کار نمی کنه پیلن. یادت رفته؟ آره. اگه میاله کدی که از جوانا کشتی بگیری یا کدی خودمه؟ حاضر هستی؟ مشکل نیست. میگیری کشتی؟ نه ماشاءالله آماده است. بخیر باشی، سلامت باشی، انشاءالله خداوند تو را از صحت و سلامتی که داده ایره برد نگاه بکنه. خیر خانمیتی که دیگه پاس دوش نه 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 مسلک نمیدی؟ نه 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 بخیر و سلامت باشی. خب دوستان عزیز، شما میبینین که تعداد زیادی از ابزارالات برقی در اینجا هست. یکی از دوستان اون بالا میبینیم که مصروف است، داره چیزی رو جور میکنه. میریم و میبینیم که اینا مصروف چی هستن و از آقای عینی هم خواهش میکنیم بر ما توضیح بدن در این باب که اینا مصروف ساخته چه چیزی هستن. خب آقای عینی. خب اینا فعلا مصروف سیمپیچی هستن. سیمپیچی چی؟ سیمپیچی ترانسفورمر. خب یعنی میخواین یک ترانسفورمر بسازن، زمانی که ما شما قدم مشکل ضعیفی برق بسیار آغشته هستیم، برقای ما شما بسیار ضعیف است، وسایل برقی ما شما میسازن. اگر ما شما این ترانسفورمر را استفاده کنیم که زمان برق کم میشه بر ما برق پس چند میسازه؟ 220. تا 20 ولت هم اگر برق کاهش پیدا کنه این میتونه پس برش 220 ولت افزایش بده. دیگه فعلا اینا سیمپیچی میکنن. اول اوجه عملی و نظری محاسبه کردیم برشان. فعلا از روی نقشه یک ما برشان دادیم که چی تعداد نقشه را اگر بلند بگیرن آقای عینی که دوستا در تصویر ببینن. خیره. یعنی اول ما اونجا محاسبه کردیم برشان، نقشه دادیم، ولتاژ هر سربندی که هست کلش ما برشان گفتیم. دیگه فعلا در جریان سیمپیچی هستن، نظر مطابق از این نقشه که پیششان است یا اینا پیش میاد. آقای عینی به زبان ساده تر، دوستای ما در مرکز آموزشی حرفه‌ای و فنی پل چرخی قادر به ساختن ترانسفورمر هستن. الان دستاورد به وطن و به خود شما گفت که اینجا بیار یک دستاورد که اینا ترمیم میکنن و دستاورد بالاتر از او که یا تولید میکنن بازی تولیدش ضمانتی است دیگه. بیخیام تو استاندارد این مال که بریم یخچال بند کنیم دیگه برق تو بالا شه کدام مشکل کار میکنه. چند دونه جورکدام داریم؟ بسیار جورکدام داریم. بله فال داریم. چند دونه جور کردیم خودمون اختراع کردیم. چند دونه یکی از ما رو میشه برام بریم؟ بیارم فال دوستا باش که یکی از ترانسفورمر رو بیارن که دمینج تولید شده. بدنش خونه خود اینجا تولید شده باشه. نه ابزار بدنم چیزا نیست. دیگه چیزاش مکمل محتویات داخلی مکمل بسته بندی هم اینجا جدید شده. این بادی خالی شو بود، این بسته بندی است که اینا قبلا بسته بندی بسیار خوب. روی زیر دار بود شفی جان لطفا تصویر زیر داشته باش. غلام نبی وصل کنید برش. خیلی وصل میکنن.
در مورد کارایش دیگه تضمین میدیم. هزار نگاه انشاءالله تضمین است. چراغ بلند بون. وی خطر فرمار از باید بزیری چارج هم نیجه داریم که میدونن بزیری چارج کنن. خوی او گروپ فکر کنم وصل نبود. بندیم. وصل بود. مکمل لاین های وارخطایی نکنم. یک ذره وارخطایی میکنم. بر ترتیبش انشالله که کارا خوب شد. شما نشان میتونه که برق چقدر ولتیجه که برق میایه پس ولتیجه که برای شما میتونه. کل زیره. میره ناصر مکم بگیم. اونه برق ایش آمد و ولتیجه که میایه پس ولتیجه که از این خارج میشه کل شد برای ما شما نشان میتونه. کنم میتونیم از اینا استفاده کنیم تا که وسیله برقی ما زیاد نسازه. بسیار تشکر آقای عینی از اینکه لطف کردین. دوستایی هم بود گزارش ما از حال ساخت ابزارالات برقی. خب دوستان عزیز داخل حال حرفه برق تعمیرات بودیم. همراه دو نفر از دوستا صحبت کردیم. یکی جوان سر ما صدا کرد گفت قدم هم یک دقیقه صحبت کنین. یک کمی در دل دارم امروز شک صحبت میکنیم. سلام علیکم برادر. و علیکم السلام. سلام ما برای شما. علیکم سلام بخیر باشین. اسم مبارک چی است؟ اسمم عبدالبصیر ولد صدیق الله. عبدالبصیر میشه کمی چه شتق گپ بزنیم؟ چی گفتی؟ پشتو گپ میزنی دیگه؟ او پشتو خبرې کوم. از کدام ولایت هستی؟ پغمان کابل ولسوالی. از ولسوالی پغمان ولایت کابل. چند سال هستی؟ 30 ساله. خب اینجا در حال حاضر چطور آموزشاتتان؟ خوب آموزش دیدی؟ خوب برقی شدی نشدی؟ و با آموزشاتم که دیر تک ده ورور اگل استادانم چی دی دیر مایر ده همون تا خطو گه درس را کدی عروسی کدی نکدی؟ متعلو ما ورور اگل اوست مجردی ما خزم مرسوی ده خانمت مر فوت کدن؟ و ده اولاد بسه مرسوی الله در حال حاضر مجرد است دیگه در حال او اوست مجرد چطور معتاد چدی؟ معتاد بمدقل خاطر است ما چه بیکاری و بیکار بودی؟ و بیکار و ما چقدر وقت بیکار بودی باز رو باوردی به اتیاد؟ یا دو درې کال بیکارم بعد لغی پدې موتاد باندې اختصم چته امی روند مبتلا شدن به اعتیاد اگر برام بگی می سیر چته بود کده کدام دوست آشنا شدی یا موغم از دست دادن خانومت جمع بیکاری موارد گپا کلش سربار شدی کار باعث شد دا خو یو بیکاری عملو چې بیکار ولو او بل ورو رغل نه لار رفیقان سره چو ګرځیدو پدې عمل اختص از شروع کړی اول سیگرټ نه بیا چارس بیا ورسه ورو رغل شیشه پودر انداغه سی شیشه هم زدی پودر هم زدی او شیشه پودر ټول مهلی دی د جریان از اینکه تو مبتلا به مواد مخدر بودی کالا الحمدلله سپری شده چه کارهای ناخلافی را تو مرتکب شدی غلام کړی دی ورو رغل بس شیطانیان هم کړی هر کارم کړی دی اوس شکر الحمدلله د امارات نه خوشاله په دل خاطر چې مونږ دلته راوستل جماری کړی نه او ورو رغل من که او کس مرا فراهم سو چه من گدلتا او تاونی سو چه کار مختویس در حال حاضر خواستت خواهشت از حکومت از امارت اسلامی چی است؟ چی کنن برات که تا بتانی بهتر و خوبتر در جامعه من ایس یک انسان فعال سالم مستر خدمت واقعی شوید؟ وست من که باید دولت دمده فراهم که چه من دیزن اوزو یو کار یو مسایم که مونتن چه من که سبب رز دیزن اوزو بیا پدی عمل اختن سو کار مونږ ته چې مونږه کار وکړو چې بیا په دې عمل مخ وړاندې کوو. بسیار تشکر دوست عزیز. دوستان عزیز زموږ ته صحبت ها را شنیدیم. برادر ما خواهش شی است که وقتی که از اینجا رخصت میشن با ضمانت فامیل یا وقتی که حس میکنن که دیگه کاملا خوب هستن برشان زمینه کار مساعد شوه تا بتانن خوبتر و بهتر کار بکنن و دوباره به اعتیاد روی نیارن. این بود گزارش ما از حال فن تعمیرات برق که خدمت شما ارائه کردیم. یک حال دیگه مانده که در اونجا گفته میشه بود ساخته میشه. میریم از اونجا من گزارش خدمتتان ارائه میکنیم و در اونجا بخیر باز گزارش ختم میکنیم. با ما همراه باشید. دوستان عزیز سپاسگزاری میکنم از شما که تاییدم بیننده گزارش ویژه ما
از کمپی بودیم که در او به تعدادی از جوانان در گذشته اعتیاد به مواد مخدر بودن آموزش های حرفه‌ای و مسلکی داده میشه. آمدیم به کارخانه بودسازی که ماشاءالله چه کارخانه بزرگی است و همه دوستان مصروف کار هستند. جوانان سلام برسه. ماشاءالله میبینین جوانان کلگی پر انرژی آماده کار و خدمت رسانی. میبینین ماشاءالله چه بوتای خوبی عرضه دستی بزرگوارانی است که یک سال پیش در وضعیت بدون شک خوبی نبودند. در کل گفتم میتونم و بس. جوانان که میبینین هر کدامشان مصروف کار هستند، امرا یک شنبه اول صحبت میکنیم. سلام علیکم برادر. سلام علیکم برادر. خوب هستی؟ خوب باشی. اسم مبارکه؟ وفا. وفا صاحب، از کجا هستی؟ از بغلان هستم. از بغلان، چی گپاز دنیا؟ شکر خیر خیریتی قرار دی منطقی چی گپاز؟ والا دی منطقه شکر دیم کسب کمال است، شکر یاد میگیرم. ساز هستی بخیر؟ ساز هستم بله. وفای بودساز در بغلان بخیر، کارخانه تا منتظرش هستم جور کنی. بله تشکر دیم. چطور به وضعیت مبتلا شدی وفا صاحب؟ والا دیگه قدم نشین بعد. چند سال؟ یک پنج سال میشد. حال عف میشه که بخیر؟ پاک هستم. پاک پاک. بله. دیگه توبزار. توبزار. رنگش ده میگور. رنگش ده میگور. خانواده کجاست؟ خانواده دولمان. دولمان. بله. زن و بچه خودشان کار میکنن چه رقم؟ نه خیر مجرد هستم، متعهد نیستم. خب متعهد هستی؟ مجرد هستی؟ مجرد هستم بله. هیچ عروسی نکی تا حالا؟ نه خیر. چند ساله باشی؟ یک 24 هستم. 24 ساله. خب یا خدا مهربان است که زیباد بخیر بخت آماز شوه. زندگی هم با وفق مرادت پیش بره. تشکر زنده باشید. سلامت باشین. خب دوستان عزیز، همراه مسئول کارخانه صحبت میکنیم در رابطه با کارها و فعالیتایشان که چگونه کار پیش میره. سلام علیکم سید. سلام علیکم. خوب هستین؟ شما ذره پیش بیاین که می کامره تصویر شما رو بگیره که بخیر مردم فامیل خانواده ببینن. جور هستین؟ شکر سلامت. سلامت باشین. مانده نباشین. متشکر میکنم بابت خدمت بزرگی که برای بشریت شما میکنین و آینده افغانستان میسازین. زنده باشین. شما هم تشکر میکنین که نشر زنده را میکنین برای فامیلای محترم که ببینن خانواده خود اولادای خود ببینن که در یک جامعه بر جامعه خدمت میکنن. بخیر و سلامت باشین. اسم شریف شما؟ اسم صفی الله عزیز. آقای عزیزی محترم، شما استاد آموزش حرفه بودسازی هستید. بله. چطور از کاروبار چطور پیش میره؟ آموزش بچهای که آموزش میبینن چطور آموزش ها رو فرا میگیرن؟ خوب است الحمدلله. خوب کلشون 50% 80% 100% همشون یاد گرفتن. خب بوتا از کدام سایز جور میشه تا کدام سایز؟ تفلان ما نه خیر تمامش مردانه است. سرپایی و چپلی و بوت سه رنگ بود داره. یک جوره بود چند روز بخیر جور میشه؟ یک جوره بود ما در یک جوره رو جور کنیم در یک ساعت جور میشه تنا رویش. اگر قالب شام کنیم در 24 ساعت جور. یعنی یک جوره بود که آماده پوشیدن شو و ببریم بخیر. آماده پوشیدن در 24 ساعت. در 24 ساعت؟ بله. یک جوره بود میشه برای ما معرفی بگیرین؟ اینه بود بندار هست. خوش ماشاءالله چه خوبه. این بود بندار است که خلاص شده. آماده است. آماده است دیگه، آماده استفاده است. بله. بعد از اینکه جور شد بازی چیکار میشه کردش؟ بعد دیگه بازی وزیر صاحب داش تصمیم میگیره کجا وزیر صاحب کار امور اجتماعی. کار امور اجتماعی بله. احتمالاً بده به می جوانا دیگه. مثلا به می جوانا احتمالاً بده گفتم. آ جان شاید به میو بتن یا به چی شاید به کودکستانا توزیع کنن. و جانا دیگه بوت ساخت دست یعنی ساخت دست می جوانا است. بله. اینجا بشه. بله. در چند روز یاد میگیرن این بوت سازی را چطور رس آموزش نظر به چی ذهن خودشان است. بعضی جا از یک ماه یاد میگیره، بعضی از دو ماه یاد میگیره، بعضی از سه ماه پرسه ما که از بر چهار ماه در چهار ماه حتما میرسن. حتما نگاه خرابکاری هم میکنن. این گپا خدا را دیگه خود تا که یاد نگیرن خراب نمیشه نه. خب بعد از اینکه از اینجا براین باز برشان چی فکر میکنین؟ به شما معلومات هست که کدام ابزاراتی داده میشه تا بتونن یک کار کسب برای خودشان در بینون از اینجا آماده بسازن؟ اگر موسای خارجی برشان کمک کنه دولت خواهی مقصد توانش هست که نمیرین در برشان یک کسب یاد میتن دیگه. به امید خدا شاید یک کار کنن دیگه. بسیار تشکر آقای عزیزی، لطف کردین. سلامت باشین. خب دوستان عزیز با ما همراه باشین. همراه یکی از دوستای دیگه که اینجا مصروف چکش زدن کرده بوتا صحبت میکنه. سلام علیکم سید. سلام علیکم. خوب هستین؟ جون جور بخیر. اسمتون چیه؟ اسمم اجمل. اجمل جان. بله. بوت سازی میکنی بخیر؟ بله. چطوره بوت سازی؟ والا خوب است. سابق قسم فعلی چی بود؟ سابق دیگه گمرایی. نه بچه از گمرایی، پیش از گمرایی چی میکنی؟ پیش از گمرایی گلکار بودم، گشکار بودم. دمی افغانستان یا در کدام جای دیگه؟ دمی افغانستان. چطور به یک کس مقتلا شدی؟ حالا دیگه یکی خواه انقلاب بود دیگه کت اندیوال بعد که روبروی شدیم خواه مخواه که بعد بگریم. شما چند ساله باشین؟ ما 36 ساله هستیم. از چند سالگی شروع کردی کارا؟ در وقتی که یک ده دوازده سال میشه. ده دوازده سال؟ آه.
شروع کردی کار را و چند سال مبتلا بودیدش؟ دوازده سال مبتلا بودم. دوازده سال؟ چی میزدی؟ شیشه و پودر بودم. آلا خود دیگه پاک هستی بخواه؟ انشاءالله که یخی دیگه؟ یخی دیگه. از اینجا که برای این حال پس بودسازی رو شروع میکنی یا مگلکاری رو دوام میتی؟ نه بودسازی خوبه. بودسازی خوبه؟ آیدش تو باشه؟ توکل با خدا بسید بود خوبش بسازی که باز نشه که مردم هم بود گرفته به جانت بیاید بسید نمیشد که استازای ما تکره از بگو خود خودت چطور رسیده بود سوزید؟ مالا خوب هستم دیگر یک چیز یاد گرفتیم عروسی کدی؟ نه نکدی مجرد هستی؟ نه دیگر در پیل بعد بریم در این خود ما بدبخت یک مسلمان دیگرش را بدبخت بیشکل این حالا دیگه که برام آدی بخیر تصمیم اول چی هست؟ تصمیم اول میخوان که با جمعه خدمت کنیم و یک آرسی کنیم باز تصمیم دوم چی هست؟ دوم آرسی میکنیم آرسی بخیر میکنیم کدام تو آرسی رو چشم کدی یا نکدی؟ والله خدا میرم خدا میرم پای وزی میاد یک از بیادارا و پدر مادر شکر است اینن دیوالا میاد از وزیدت خوشحال هستن؟ کدام خواهش داری از دولت برد کدام کار دیگه هم بکنه یا بس است؟ والله دیگه در توانش باشم با مخو بخیر خیلی خلاص میشیم به دیگاه خدمت کنم فیف بگه بازم رازیستم از پیشم از خوب از دوستم موفق و معید باشی انشالله که زندگی خوبی دوینده داشته باشی دیگه هم در کسب بد مبتلا نشی دعای ما برای همه اینمی جوان ها اینمی است انشالله که به توکل الله جان دیگه نمیشه نمیشه بخیر سلامت باشین دوستان عزیز سپاسگزار هستم از اینکه تاییدم بیننده گزارش ویژه ما از اینجا بودین یک صحبت دیگه کردیم یک جوان میکنم گرچه که یک ذره شرمنده کنم به نظر میرسه خیر یک صحبت میکنیم سلام علیکم قاری صاحب سلام علیکم خوب است خوب است انشاءالله زنده باش بخیر باش قاری واقعی است بله قاری بله اینی مایه که ما را خیلی بگی یک قرائت از دوستا خواهش میکنم آرام باشن قاری صاحب یک قرائت بکنه با تقدیم این قرائت باز شما را به خدا بسپاریم و ما هم به سلامت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم سلة من الأولين وقليل من الآخرين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تشكر خير بي خير بني قاري صاحب چخوب قراءات كدي اسمك چي هست؟ اسم حسيب الله حسيب الله جان خودتا معتاد بودي؟ بله یک مدت به یمال ما آغشته شده بودیم چطور به یمال آغشته شدی؟ ما حالا در بندی خانه به یمال آغشته شدیم در پلچرخی بندی بودیم یک چقدر وقت در جنگ مغلوبه رفت بودیم در جنگ مغلوبه یعنی چی چمیش توضیح ما در یک دفتر دولتی ما وظیفه داشتیم در اون باز ما در اون جنگ اندیوالای هم دوستایم جنگ کرده بودن در اون ما خلاصگیر بودیم در اون ما را من دفتر بودیم در مدت یک سال ما موجه بندی بودیم باز در یمال آغشته شدیم دوره حکومت جمهوری طالبا کامت بندی شد باز دمی طالبا کامت بندی شد در پل چرخی باز دمی پل چرخی هم احتیاط پیدا کردی بله چقدر وقت معتاد بودی؟ همه یک دو سال میشه از روزی که به طالب آمد خودت نه یک سال از آمدن طالبا تیر شده بود به یه عمل لاغشه شده سابق اون قاری بودی؟ بله سابق در کجا کار میکرد؟ دولت بودم در ریاست هتلای دولتی اونجا دوستای جنگ کردن تو خلاص کردی و در اون جنگ ما بودیم در اونجا یا جنگ میکنم ما در اون اشتراک داشتیم خودمون میگرد چی برات رسید در زندان پل چرخی؟ ایش چی؟ مبتلا شدی؟ به احتیاط؟ به احتیاط مبتلا شدیم دوستایم کلش عملی بودن عملی از این شیشه و چرس بودن ما هم امرایز بودن ما اشتخیز داشتیم پیش از اون پاک بودی؟ پیش از اون نمیکنیم عمل نمیکنیم بعد از اینکه برات دادن دیگه رفتی ما میزدن ما از دوتنگی گفتیم ما میزنیم که چون شدیم ما زدیم باز بعد از دیگه آغشته به میعمل شدیم یک به مدت یک دو سال میشه که در میعملا بدیم حالا فعلا فامیل ما میجا آوردم ما رو پسر کردیم عروسی خونه کدی؟ نه نامزاد هستیم نامزاد هستی؟ بله نامزاد خبر داره که در اینجا هستی؟ خبر داره خبر نام داره خبر شدن خبر شدن ده اینجا دیگه بله میگه انشاءالله این خبر بسیار خوب است پاک شدی بخیر یک آدم سالمتر از ما اینه تو قاری هستی بسیاری ها ده اینجا شاید قرآن خواندن نتانن ولی خودت ماشاءالله تک
حرفه و مسلکی داری که ماشاءالله آسمانی. خداوند انشاءالله برات کمک بکنه که از این بلا دوری بجویی و یک دعای خیر میکنیم که دیگه هیچ کس به این مرض در افغانستان، در دنیا، در جهان اسلام، در کل دنیا مبتلا نشه. آمین، بخیر باش. سلامت باشین دوستان عزیز، بخیر باشین. تشکر از شما دوستان عزیز که تاییدن بیننده گزارش ویژه ما از کمپ فنی و مسلکی واقع در پل چرخی بودین. امیدوار هستم که داشته های مورد پسند شما قرار گرفته باشه. تا گزارش ده خدمت شما حاضر میشیم. شما را به خداوند یکتا مسپاریم. اوقات بر شما خوش.